الو، هم بفرمایید. صبحتون بخیر آقای نیبودی. من یه سوال داشتم. من واقعا نمیدونم که چرا دولت رژیم ایران با آمریکا مخالفه. آیا به سبب سیستم اقتصادی شکل سرمایه داریه که خودشون که بیشتر مردم رو غارت میکنن، آیا به لحاظ فرهنگی که ایران خودش دچار در حال حاضر دچار انحطاط فرهنگیه؟ واقعا من نمیدونم این دشمنی اصلا چیه. اگر به خاطر 32 خرداد، 28 مرداد، بله، خب خودشون که حاصل اون کودتا هستن، باید شکرگزار باشن مردم و دم آمریکا رو. اینا خودشون حاصل کودتای سال 32 هستن. تفریشی اختلاف چیه؟ لطفاً از آقای دایی خواهش کنین جواب بدن. و اگر آقای باریکبینم اومدن رو خط ازشون بپرسین، بگین واقعا به این ست سال یکی از شنوندگان ما جواب بدین. خیلی متشکرم. تشکر. آقای دایی بفرم. عرض کنم که خب این سوال خیلی اساسیه که به کوتاهی نمیشه پاسخ داد. ولی واقعش اینه که ببینید هموطن، توی مکانیک، مهندسی مکانیک، یه سوالی مثلا میکنن دانشجویان، میخوام ببینن چقدر خود درک درستی از قوانین مربوط به مکانیک دارن. میگن در یه اتومبیلی که هستی چند نفر میشستن، یه بادکنک هم باد کردن، اگه ترمز کنی خب همه میرن جلو. سوال اینه که بادکنک میره جلو میاد عقب؟ جواب درست به این نشون میده که درک درستی از قوانین حاکم بر مسئله داره، قوانین مکانیک. در مورد جمهوری اسلامی هم شما میتونید چند تا از این سوالا از خودتون بپرسید یا هر کسی بپرسه. اگه جواب درستی داد به همه اینها که همش هم یکسانه، یک مسئله، و خانم میتونه بفهمه که این جمهوری اسلامی چه جور موجودیه. مثلا عرض کردم بارها، برای چی وقتی مثلا جنگ با عراق که خرمشهر اینا گرفتن، عراق رسما مگه آقا ما طرفدار آتش بسیم، کشور عربی به ادعای خود جمهوری اسلامی اعترافشون حاضر به غرامت بودن تا 100 میلیارد و به اصطلاح میتونستن مثلا هر کن 6 سال دیگه ادامه دادن، درست؟ چرا وقتی جنگ با عراق تموم شد، وقتی اینا احتیاج به روابط خوب اقتصادی با دنیا داشتن، یه دفعه خمینی اومد فتوای قتل سلمان رشدی رو داد؟ چرا جمهوری اسلامی اومد 100 میلیارد دلار داد پنهانی بره دنبال بمب اتم به این روز بندازه خودشو؟ چرا داره از جیب مردم، از گلوی مردم، از سفره مردم برمی‌داره خرج سوریه و حزب الله لبنان می‌کنه؟ این هر کدوم از این سوالات مثل همون داستان بادکنکه. در یک کلام پاسختون اگه بخوام بدم اینه که هموطن ببینید، دو تا تعریف داره. یه تعریفی که طرفداران جمهوری اسلامی و لابیستاش و دلالانش در اینجا مطرح میکنن که متاسفانه از آقای برنی سندرز تا یه سری از چپگرایان در اینجا باور کردن که رفتار جمهوری اسلامی به خاطر کارهای بد آمریکاست. ببینید، شما رفتید کودتا کردید، مصدق رو انداختید، دکتر مصدق رو، اینا گله دارن. اصلا گروگانگیری سفارت هم در عکس العمل به این بود. خب این یه دکان مسخره است. من در دانشگاه پلی‌تکنیک بودم، هم کلاسی های من کسانی بودن که از دیوار سفارت رفتن بالا، رؤسای گروگانگیری بودن، از عباس عبدی بگیرید تا محسن میردامادی و بقیهشون. اصلا تنها چیزی که برای اینا مطرح نبود کودتای 28 مرداد بود. چه که خمینی خودش گفته بود که در اون کودتا مصدق از اسلام سیلی خورد، از اسلام، اصلا مخالف نبودن که. یک دکان اینه که آقا این کارایی که جمهوری اسلامی میکنه به خاطر رفتارهای بد آمریکاست. چه نتیجه ازش میگیرن؟ که آقا بیاد با جمهوری اسلامی رفتار خوب داشته باشید، بهش امتیاز بدید. حاج آقا از دست شما ناراحته، بیاعتماده، دیوار بیاعتمادی بلنده، بیاد بهش امتیاز بدید تا دل آخونده رو به دست بیارید. این دکانی که راه انداختن امثال آقای سندرز هم تکرار میکنن متاسفانه. ولی واقعش اینه که این جمهوری، این رژیم، رژیم ولایت فقیهه، یک رژیم ایدئولوژیکه. هر رژیم ایدئولوژیکی یه دستگاه فکری درست میکنه تا بتونه تمام اجزای حاکمیت خودش رو توجیه بکنه، بتونه طرفداران خودش رو پیدا بکنه، سر پا بمونه. این دستگاه ایدئولوژیک اینه که جمهوری اسلامی اومده، این رژیم اومده تا جهان اسلام رو از دست کفر و آمریکا نجات بده و اون قده سرطانی و اسرائیل هم از بین ببره. در این دستگاه ما در جنگ دائمی هستیم. جنگ با عراق تموم نشده که، ادامهش امروزه. برای چی راهیان نور دارن هی میبرن اونجا؟ جنگ تموم نشده، ادامه اون جنگه.
ما در جنگیم. فرمانده این جنگم کیه؟ خامنه‌ایه. بسیج و سپاه هم سربازان این جنگ هستن. هر کسی هم که مخالف این حکومته نوکر استکبار جهانیه. این یه دستگاه تئوریکه. باید دشمنی با آمریکا رو حفظ بکنن تا بتونن چارچوب نظام ولایت فقیه رو و به خصوص بخش امنیتیش رو حفظ بکنن. نمیدونم تونستم به این کوتاهی جواب داده باشم یا نه. خیلی بله به نظر ما فوق العاده. مثلا اینکه دشمنی وجود نداره به نظر من، چون اغلب کسانی که امروز تو دستگاه خود آقای خامنه‌ای هستن تأسیس کرده خارج همینجا همین آقای علی اکبر ولایتی بقیه، این سیاست‌های اعلام شعارهای اعلام شده در سیاست خارجی به قصد سرکوب داخل و کنترل داخل. من چی یک خانه که شما زندگی کنید لولویی وجود داره، ولی بزرگان خونه به نام حضور لولو برای که بچه‌ها رو سرکوب بکنن دائما اونا رو می‌ترسونن. لولوی وجود نداره. یعنی در ایران هم این دشمن ورزی هایی که علیه آمریکا میشه فقط به قصد اینی که با توسل به این شعارها محیط داخل رو کنترل بکنن. متاسفانه اثبات شده. وگرنه یعنی اگه قرار بود خب اینا با دشمنیشون بیشتر با روس‌ها باشه یا با انگلیس‌ها باشه یا با کشورهای اروپایی باشه. تشکر آقای دایی.